به نام خدا سلام و وقت بخیر. افغانستان درگیر بحران بشری و سیاسی، آزادسازی پولهای منجمد شده بر مدیریت این بحران کمک خواهد کرد؟ پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تا اکنون 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان سرازیر شده، اما ظاهرا با توجه به وضعیت بشری مردم افغانستان تأثیر چندان نداشته است. حالا امریکا میگوید زمینه سازی می شود که بخش از پولهای منجمد شده افغانستان که حدود 3.5 میلیارد دلار می شود در اختیار مردم افغانستان قرار گیرد. موضوع آزادسازی بخش از پولهای منجمد شده افغانستان در چند محور باید به تحلیل گرفته شود. امریکا تحت چه شرایط این پولها را آزاد خواهد کرد؟ وقتی امریکا میگه که در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت، نحوه مصرف آن باید روشن باشد که از کدام مجرا و برای چی به مصرف میرسد. آیا این پولها در اختیار بانک مرکزی افغانستان، یعنی در مدیریت امارت اسلامی قرار خواهد گرفت؟ آزادسازی این پول میتواند بر وضعیت سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان تأثیر بگذارد؟ اگر در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد، آیا این پولها مطمئن و به گونه درست به مصرف خواهد رسید؟ همین گونه موارد دیگر که روی آن بحث خواهیم کرد. از مسئله پول گذشته، منطقه هنوز در یک فضای تقابل جدی بر سر مسئله افغانستان قرار دارد. سفیر پاکستان در افغانستان میگوید هند در 2 هفته گذشته نقش بسیار منفی در هند در 2 دهه گذشته نقش بسیار منفی در افغانستان داشته و در حمایت از گروه های عراس افغان در برابر پاکستان قرار گرفته، ادعایی که همواره ایندی ها برعکس آن را مطرح کردند. ظاهرا از این صحبت های سفیر پاکستان این گونه مطرح می شود که نگران رابطه امارت اسلامی با هند هستند. اما امارت اسلامی فضای تقابل کنونی را چگونه مدیریت خواهد کرد؟ در نهایت این پرسش مطرح می شود که امارت اسلامی با اقتصاد بحرانی و تقابل سیاسی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد کرد؟ روی این موارد در این برنامه آخر خط بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه مفتی محمد ناصر عقانی عضو امارت اسلامی، آقای سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی و همچنان آقای آصف مبلغ پژوهشگر در دانشگاه آقدینیز ترکیه که از همین کشور با ماستن. آقای مبلغ، 1 میلیارد دلار به افغانستان آمده پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، آیا آزادسازی بخش از پولهای منجمد شده کمک بر تغییر وضعیت در افغانستان خواهد کرد به باور شما؟ با سلام خدمت شما، بیننده های محترم شما، مهمانان محترم شما. ببینید، من اعتقادم بر این هست که از 7 میلیارد پشتوانه پولی افغانستان که فعلا بلوکه شده و زمزمه های وجود داره که 3.5 میلیارد ازی به یک شکلی پس داده شده و از حالت بلوکه خارج شده، من فکر میکنم که آنچه که مهم هست برای حفظ نظام اقتصادی افغانستان و برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام اقتصادی در افغانستان، برنامه هایی هست که باید روی دست گرفته شود و این برنامه ها از کنترل عایدات بنادر گرفته تا به اصطلاح رونق تجارت و رونق بازار در خود افغانستان و مسائل پولی، سیاست های پولی را که بانک مرکزی افغانستان پیش رو میگیره، همه اینا در به اصطلاح حفظ ثبات اقتصادی مؤثر هست. یک فاکتور نیست که ما احساس بکنیم که تزریق مثلا 3.5 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان میتونه نجات دهنده اقتصاد افغانستان باشه. از سوی دیگه ما و شما میدانیم که پول پشتوانه به اصطلاح پولی افغانستان هست و اگر بنا باشه که از او به عنوان یک پول مصرفی استفاده شود، ارزش نقدینگی افغانستان به شدت از دست خواهد رفت. برخلاف آنچه که ادعا میشه که مشکلات اقتصادی امروز مربوط به بلوکه شدن این پول ها هست، یا مثلا فرض کنید که بعضی از
تحریم های مالی مشکلات را به وجود آورده. اعتقاد من هست که مدیریت بازار به وجود آوردن یک فضای امن برای سرمایه گذاری سرمایه دارها در افغانستان فعلا وجود نداره. سرمایه دارها از افغانستان به دلیل شرایط بدی که از لحاظ امنیت سرمایهشان، از لحاظ شرایط اجتماعی که وجود داره، شرایط سیاسی که وجود داره، پولهایشان را خارج کردن و کسی خیلی علاقمند به سرمایه گذاری در فضای نامعلوم سیاسی که فعلا در افغانستان وجود داره نداره. نه تنها خارجی ها، بلکه خود تاجران افغان ما و شما هم علاقمند به سرمایهشان در افغانستان نیستن. بلوکه شدن پول مردم در بانک ها شما شاهد هستین. اطمینان سرمایه گذاری در افغانستان را به حداقل رسانده. امروز بسیار از مردم ها هستن، از تاجرا هستن که پول های اینا بلوکه شده و هفته محدودی میتونه از پول های خودشان را به صورت کش و به صورت نقد از بانک ها خارج بکنه. من فکر میکنم این نبودن یک ثبات سیاسی، یک دورنمای اقتصادی خوب در افغانستان، یک مدیریت اقتصادی خوب در افغانستان، مدیریت بنادر و مسائل دیگه هست که باعث فروپاشی اقتصاد افغانستان شده. آقای مبلغ اجازه بدید که یک بحث را برایتون مطرح کنم. شکلی که تزریق ماهانه 32 میلیون دلار که پول کمی نیست به نظر من نتانسته راهگشا باشه. ای بیشتر به بی‌ارزش شدن نقدینگی افغانستان خواهد انجامید و خیلی از کارشناسای اقتصادی اعتقادشان بری هست که میتانه به معنای فروپاشی نظام پولی افغانستان باشه. آقای مبلغ اجازه بدین که یک بحث را مطرح کنم امرایتان. حداقل باوری که اینجا در افغانستان وجود داره نزد امارت اسلامی که حداقل در این سال تانستن عایدات را از عواید داخلی جمع‌آوری کنند و این تأثیر مثبت می‌گذارد روی اعتماد مردم نسبت به سرمایه گذاری و این مسائل، چقدر فکر می‌کنین که عملکرد امارت اسلامی در این نزدیک به یک سال مثبت بوده در امر جمع‌آوری عواید و بتانه زمینه سازی کنه برای یک اقتصاد بهتر در دراز مدت؟ ما باید نمودهای عملکرد را در بازار ببینیم، نمودهای عملکرد را بر زندگی مردم ببینیم، نمودهای عملکرد اقتصادی را بر به اصطلاح طرح‌های توسعه‌ای ببینیم، نمودار ای عملکرد را باید ما و شما به اطمینان به اصطلاح آرامش روانی اقتصادی مردم ببینیم. اما همونطوری که شما هر روز می‌بینید، منتها چیزی را که ما میبینیم بحث افزایش فقر هست، بحث بالا رفتن نرخ ها هست، بحث کمبود ها هست، بحث متاسفانه حتی امروز شما همونطور که شاهد هستین در بخش های زیربنایی دولتی خدمات را که باید انجام شود و انجام نمیشه، مالیات های بسیار سنگین با اینک بر مردم وضع شده، شما مالیات را که بر کراچیوان ها حتی وضع شده را شما میفهمید، بر دهاقین و دهقان ها شما مالیات هایی را که وضع شده و اینا سنگین و کمرشکن هست و باعث نارضایتی اجتماعی هم شده. با این حال، با اینه که گروه طالبان ادعا میکنن که در جمع‌آوری عواید و مالیات موفق بودن، ما نمودی موفقیت را بر سر سفره مردم، بر معاش مردم، بر زندگی مردم نمی بینیم، بلکه آنچه شاهدش هستیم متاسفانه فراگیر شدن فقر، فراگیر شدن بدبختی و افزایش یافتن ناامیدی مردم افغانستان و همچنین بد شدن دورنمای اقتصادی در افغانستان هست. ممنون. میایم با شما آقای مبلغ. آقای اقانی، حداقل این پول بر فرض مگر آزاد شود، شما با عنوان یک عضو امارت اسلامی با باورتان کار درست است که با عنوان یک پول مصرفی مصرف شود یا پشتوانه پولی ما بمانه که ارزش افغانی پایین نیاید؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، اول از همه برای شما، برای مهمانای عزیز و برای بیننده هایتان سلام و احترامات خود عرض می دارم. بعدا سرمایه یا سرمایه ملی یا بیت المال بگیم که از سوی امریکا غصب شده و کنگل شده، تقریبا
یعنی در اقتصاد افغانستان یکی از عوامل یعنی بلند بردن اقتصاد مردم محسوب میشه. وقتی که این سرمایه آزاد شوه، حداقل در پروژه های انکشافی و اقتصادی دریا و مصرف برسه، هم اقتصاد ملت و هم اقتصاد افغانستان بلند میشه و هم وضعیت اقتصادی مردم به بالا میره. خو یک فرمثال یا باید مصرف شوه یا هم نگاه شوه. این فیصله باید اول خو مرجع رسمی تسلیم شونده شان کسته که حکمت هست، که به حکمت داده شوه. باز حکمت میخواه پرمثال میتونه که هم در پروژه های انکشافی و اقتصادی مصرف برسانه و هم در بانک های دولتی نگاهش بکنه که یکی از پشتیبانه بلند بردن یعنی افغانی یا چیزی که فرمثال چیزی وطنی ما شما هستن در بلند بردن از یک چیزی مهم دارم، به خاطر از امیا که اینی پیسه بلاک شده هست تک در اوجه که روز به روز تقریبا در اینی وقتا دلار در مقابل افغانی بلند رفت و افغانی را تقریبا یعنی در یک چیزی بسیار حالت وخیم قرار گرفتن، حتی تا این حالت که تقریبا یعنی یک دلار در این وقتای تقریبا دو ماه پیش تا 110 افغانی یک دفعه رفتن. خو وقتی که افغانی جزیات باشه یا پیسه ایجا در بانک ها باشه و در مقابلشان دلار ها لیلام شوه و یا دلار ها به بازار عرضه شوه، در اون حالت پس افغانی محسیت خود نگاه کرده میتونه. شما فکر میکنین که آمریکا آماده باشه این پول را در اختیار امارات اسلامی قرار بده؟ اصلا این فیصله از افغان هاست، لیکن امریکا نمیتونه که این فیصله را به افغان های به شکل پردی تقسیم بکنه، به شکل گروهی و اجتماعی هم تقسیم کرده نمیتونه، چرا که این قانون هست و بالخصوص اگر امریکا به منشوری یا به ماده ها یا قوانین سازمان ملل تقریبا یعنی فابند باشه برشان، ملتفت باشه برشان، حداقل قانونشان هم یا هست که به حکمت باید تسلیم شوند. حکمت میخواه که فرمثال به طریقه احسنشان یا در پروژه های انکشافی اقتصادی و یا هم به مردم هم تو تقسیمش میکنن، قسمی که میاله فرمثال در یکان جای ها کمک میشه، قسمی که زلزله شدن فرمثال چند روز پیش یک بحث است که امین برشان تقریباً یک میلیارد افغانی برشان مبالغ هم مطرح کردن. امیهی آلا هم 32 میلیون کمک بیرونی عرفته به افغانستان میرسه ولی به امارت اسلامی تسلیم نمیشه. چقدر فکر میکنید این فضای اعتماد وجود داره که وقتی این 3.5 میلیارد دلار آزاد شد در هر حالتش مسئولیتش واگذار شده به امارت اسلامی؟ تا وقتی که مسئولیتشان به امارت اسلامی واگذار نشه، ما به یقین برتان میگیم که این فیصله حیف مایل میشه، چرا که امی پیسه که آمده هم اکثر مردم ها شکایت داره، حتی امو ناظرین خارجی که دیجا وجود داره آنها هم شکایت داره که این فیصله بالخصوص به مستحقین، کسی که مستحقشان بودن به میان نرسیده. پس به این معنا اگر ما باشم یا هر کسی باشه از حکمت یا از رعایت باشه، این پیسه را به حیث غنیمت واره میدانه. یک مورد را قای قانی میخوایم مشاره کنم. در ده بیشتر از ده ماه گذشته 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان سرازیر شده، البته اگر با آدرس امارت اسلامی مستقیم نبوده ولی سرازیر شده، چیزی از مشکل اقتصادی مردم افغانستان حل نکرده. همونطور که آقای مبلغ گفت این پول هم شاید نتونه بخش کلان از مشکل مردم افغانستان حل کنه. امارت اسلامی جدای از این پول، جدای تاکید بر این پول، چی داره در دستاورد خودش که بتونه فقر از دسترخوان مردم بر بچینه؟ تا وقتی که فیصله در دست حکمت نباشه و حکمت هم سریونو پیسه کارهای زیربنایی را، کارهای زیربقایی را که حداقل بقا داشته باشه، حداقل افغان ها مصروف کار باشن، ای چی مانا داره که حداقل فیصله را بیاره اوجه یک ماه 20,000 بدهشه با 3 ماه نداشته باشه، 4 ماه نداشته باشه، به حیث توفیلی وارش زندگی هیچ گا نه ملهمشان شده میتونه و نه هم درد افغانها را دوا کرده میتونه. پس یکانه ترین رایشان هم یاسته که خواسته حکمت هم یاسته که پیسه باید به حکمت تسلیم شوه تا حکمت کارهایی که آنها زیربنا حداقل یک زیربنایی داشته باشه که هم مردم در اوجه به کار شده باشه به شکل دوامدار و هم چیزها در افغانستان کارهای پروژه‌ای را پیش ببرن. هست آقای عقانی که هیچ نیاز نیست اگر پولم نباشه از بیرون رویش کار صورت بگیره، مردم افغانستان اقتصادشان بهتر میشه. به گونه نمونه سرمایه گذاری روی معادن، برای جلب سرمایه گذاری روی معادن
چه کار امارت اسلامی انجام داده که بیای سرمایه گذارهای بیرونی یا داخلی که وضعیت خود به خود در اقتصاد افغانستان تغییر کنند؟ منصور صاحب محترم، ما شما میبینیم در اینی وقتا معدن گچ براتان بگیم. معدن گچ یعنی در وقت حکومت اگر براتان بگیم که یک تونشان، فکر میکنم که یعنی والله علم به حساب اغلب که تقریبا تا 6.5 هزار افغانی فروخته میشد. حالا امیاره که به شکل قراردادی بر مثال به دیگه جای برده میشد تا 25 هزار افغانی میشه، یعنی که حالا هم کم هست. یک مثال دیگه شه، فرم مثال سنگزغال هست. سنگزغال در او وقتا ما شما حداقل شاهد هستیم که تا 90 دلار بودن، حالا چند روز پیش تا 260 دلار بالا رفتن. این کارهای هستن که امارت در نظر داره که حداقل اقتصاد درونیشان هم قوی بکنه. وقتی که اقتصاد درونی در داخل قوی شوه، 100% یعنی مردم هم اقتصادشان خوبتر میشه، مردم سر کار میشه. وقتی که مردم به کار نباشه، میال شکایت مردم چی هست؟ اکثر افغانهایی که شکایت دارن از بیکاری است. حداقل ما شما تقریبا 2 سال پیش ما از رادیوی آزادی شنیدم که در افغانستان فقط که افرادی که لیسانس هست 1.7 میلیون مردم بیکار هستند. 17 لک نفر که آنها لیسانس داره بیکار بودن 2 سال پیش، که در اینجا تقریبا تمام جهان کمک میکردن. این مسئولیت حکومت است که کار آفرینی کنه. ما هم میگیم اما پیسه هایی که از خارج می آمدن به حکومت تسلیم نمی شدن، به حکومت اشرف غنی و کرزی تسلیم نمی شدن. آمریکایی‌ها و خارجی‌ها خودشان دست به کار شده بودن، جایی که می‌خواستن دل، جایی که دلشان بود اونجا مصرف می‌کردن، جایی که دلش نبود اونجا مصرف نمی‌کردن، یا با کارهای مصرف می‌کردن. حداقل یک مثال شما برتان میگم. مثالش این بودن که ما چیز نداریم، خب به مطبوعات سالانه تقریبا چند روز پیش چیزشان نشر شد که 61 میلیون دلار سالانه سر مطبوعات مصرف می‌کردن. مطبوعاتی که بنافع از یا کار بکنه، اون مطبوعاتی که بنافع از یا کار میکرد سر از یا 61 میلیون دلار. ببینید 61 میلیون دلار اگر ما شما یک بکنیم، حداقل تقریبا چند صد فامیل سرشان چیز میشه. در هر ولسوالی یک پروژه سرشان ساخته میشد که حداقل 200 نفر به کار میشد. خب نمیکرد. حالا هم امریکا میخواد، بالخصوص یک چیزی که منصور صاحب افغان ها باید بدانند که تا وقتی که در افغانستان کارهای زیربنایی و کارهای انکشافی که حداقل دوام داشته باشه برای مردم نشه، هیچ گاه وضعیت اقتصادی افغان ها بلند نمیره. آقای سادات، آیا این پول با عنوان یک سرمایه میتونه مشکل افغانستان حل کنه؟ او هم یک بخشش البته در صورتی که آزاد شود، که شرایطش هم روشن نیست با چه شرایط آزاد میشه. به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور شما بیننده های عزیز در بس. البته این موضوعی که یک خیلی خسته کن شده، و خاطر که همیشه مردم ما با یک سوژه و واژه امروز مواجه شده، امریکایی ها پول رها نمیکنند، فریز کردند و ما پول میخواهیم، پول چطور میشه. این قدر پول نیست که در اقتصاد مملکت ما واقعاً یک پول کمرشکن باشه و یا پول باشه که ما بتانیم یک مشکلات را به حد حل بکنیم که دیگه هیچ ما نیاز نداشته باشیم و تمام مسائل ما حل میشه. این پول اصلا پولی است که پول اعتباری است، یک مقدارش از بانکای خصوصی 2 میلیاردش متبقیش پول ذخیره افغانستان است که باید اختیار مردم هم. خب قید کردنش و اجازه ندادنش و از دوران خارج کردنش یا فریز کردنش برای مردم افغانستان خودش یک ضرر است. اگر این پول در یک بانک سیومی باشد، این سالانه حداقل میتواند 100 تا 200 میلیون دلار بر ما خود پول عواید بده. از راکت بودنش اینقدر ضرر بر ما میرسد که این پول از منفعتی که باید به دست ما بیارد او یکی. دومی که امریکایی‌ها قبل از اینکه پول از فریز بودن خارج بکنه، اجازه بده همین محدودیت را که وضع کرده که کشورهای دیگه با افغانستان رابطه داشته باشد، در رابطه با رسمیت شناختن نظام مردم کشورهای دیگر را قید کردند که نه باید اونا امارت با رسمیت بشناسه، رابط سیاسی یا گرفتن قرضه یا رابط با بانک جهانی، رابط با بانک آسیایی، رابط با بانک اسلامی و خلاصه تمام روابط سیاسی اقتصادی اجتماعی که حکومت ها نیاز داره به او داشته باشه، تا
تمام روابط امریکا یا فریز کرده به این بهانه که اینجا یک مشکل وجود داره. خب اگر مشکل وجود داره، این مشکل رای حل داره، چرا به رای حل نمیایین؟ چرا با صحبت نمیکنین که شما چی میخواین، ما چی میخوایم، این پول از کی است، چی است، چرا است، چرا فریز شده؟ اجازه بدین پس اینجا یک بحث مطرح کنم آقای صادق. این صحبت هایی که هر ماه دو معبد با امارت اسلامی در دوحه میان امریکاییان ادامه داره، این چیست؟ این سر چی باید باشه؟ امریکایی‌ها متاسفانه یک بازی قایم مشک میگن یا با یک چیز را شروع کردن، یک دفعه مگریزن میرن دور، سعی میکنن میبینن که اینجا روسیه و چین و ایران و دیگه کشورها نزدیک امارت میشه، ورخطا میشن، باز میدوند که خب بیا یا ما برات پول میدم، وقت خوشی میکنن. از نگاه سیاسی یک بازی است. وقت خوشی برای چی؟ وقت برای ازی که تا فرصت پیدا کنه. ببینین ما شما خود ما شاهد هستیم وقتی که جنگ اوکراین در میگیرد، آمریکایی‌ها وضعیت خراب میشه، عاجل افغانستان را ترک میکنن، میرن سوی اوکراین، میبینه کجا چه کار باید بکنن. آمریکایی‌ها فکرش به اندازه فکر کشورهای دیگه نیست که تنها با خود فکر بکنند و با آمریکا فکر بکنند. آمریکایی‌ها با جهان فکر میکنن. ده همزمان ثبات یورو را خراب کرد، همزمان اوکراین تومه آتش ساخت، همزمان کشورهای عربی را یکی به جان دیگه انداخته، تمام قضایای دنیا را مختل ساخته. یک بهانه از او بهانه، صد بهانه، یک بهانه امارت اسلامی پول فریز شده افغانستان است. کیرم کلیشه و واژه ساخته که مکتبا را رها نمیکنند و حقوق بشر، حقوق بشر آمریکایی ها کجا مراد کرده؟ آیا این حقوق بشر را تخطی کرده که مکتب بند کرده، یا او حقوق بشر را تخطی کرده که در سر مکتب بم بنداخته؟ آمریکا یا کشورهای دیگه، هیچ کشور به خاطر منافع ما، به خاطر درد ما، به خاطر حل مشکل ما فکر نمیکنه. ما اینمیجا باید دادخواهی بکنیم به جامعه جهانی، به سازمان ملل که کفایت ندارد، درایت ندارد، فیصله ندارد، نظارت ندارد. آیا همین نظارت است که مثلا کشورهایی که هر ظلم و جنایتی را که زوردارا و قلدرا میکنند سر از او زبانش گنگ است، ولی یک کشور دیگه اگر اوج ایوانم کشته شود، عربستان به خاطر یک قاشقچی خبرنگار 3 سال میشه، 4 سال میشه، مجازات میشه. اما امریکا اگر میاد در سوریه بمبای خود استعمال میکنه، در عراق میاد مردم رو میکشه، در افغانستان مردم رو میکشه، تمام خاورمیانه رو با آتش میکشه، یک روز صدای خود سازمان ملل بلند نمیکنه. ای از بازی متاسفانه که به نام سازمان ملل یا سازمانایی که وجود دارد میاین تمام خبرها را میگیرن، میسازن، 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 بعد از این به خاطر از این که خبرها یک اندازه بازار پیدا کند میره او را درز میدهد، یا ویکیلیکس مگه این ویکیلیکس درز کرده، از خبرها چی درز کرده، خبر را میگیرن به خاطر از این که بازار خود گرم بکنن، ویکیلیکس را میده که این را نشر کن، مردم مصروف شود. میره سیگار میارد که بیا این سیگار ایره. چرا سازمان های حقوق بشر کم است که یک سازمان جاسوسی امریکا میاد تمام قضایا را او بررسی میکند؟ بازی های امریکایی ها بازی های استخباراتی است، بازی های سیاسی است، بازی های زورداری است. میگه این نمی کار مکد این کار میکنه. آقای صادق برمیگرده به درون افغانستان کل مسائل. امریکا عاشق چشم ابروی مردم افغانستان شاید نیست، بله، یا سایر قدرت های دیگه. این مردم افغانستان هستن که از بحران باید خودشان را برون بکشن. امارت اسلامی با باور آقای حقانی اگر این پول آزاد شد میتونه روی مسائل کار بکنه، زمینه کارآفرینی صورت بگیره. هرچند شما میگین که این پول نمیتونه کار بسیار کلان بر مردم افغانستان انجام بده، پس چی باید شود که اقتصاد شکننده مردم افغانستان، شما فقر حاکم در جامعه افغانستان مسلمان هر ساعت و هر روز در چشم خودتان میبینین، چی باید انجام شود؟ ببینین اگه ما شما متوجه آینده خود نشیم، آمریکایی‌ها سالانه 4 میلیارد دلار بر خاطر اونمو دولت و سرباز و جنگ و ارتش و نیرو اینو چیزا میداد که شما جنگ پیش ببرین. امروز اگر خدای نخواسته ما در یک طرف آمریکایی‌ها رو زیاد ماکم کنیم که بفرمایید پولا رو بدین یا مشکل این مشکل دیگه دوام ندین، از رای دیگه برات راه پیدا میکنه که تا بتونه مو پولا رو پس دوباره سرت مصرف بکنه و تو رو هم ملامت بکنه. همین امارت هایی تو روز برسه که سرازی همین امارت برش دروخش بکشه که 1 میلیارد دلار سالانه یا ماهانه هفتوار اینقدر پول به شما دادیم،
این پولا در کجا مصرف شد؟ اینقدر کمک های جامعه جهانی شد، ای با کجا مصرف شد؟ آل امارت اسلامی میگه که در یک هفته ما 100 میلیون افغانی عواید معدن ما شده، اینقدر از این منابع شده، اینقدر از این منابع شده. این تمام ای پولا را ما ششته ایم به اصطلاح صحبت میکنیم و غذا میخوریم، اونا تمام مسائل را میخواین. استراتژیست های کلان کلان دارن، شبکه های کلان کلان دارن، موقعیت ها را میشناسن، اقتصاد ها را محاسبه میکنن، سیاست ها را بررسی میکنن، تحولات را نظارت میکنن، مثل ما ورا نیستن که ششتن صحبت در میکنن. پس چی کار شده کوتاه آقای سادات که بعد بریم با آقای مبله؟ مشکلات ما را باید بررسی بکنیم که چطور راه حل ما پیدا میتونیم. ما یک اجماع کلان سیاسی باید افغانستان پیدا بکنیم که تا بتانیم امو عزت خدا، افتخار خدا که داشتیم، استقلال خدا که گرفتیم یا آزادی خدا که به دست آوردیم او را حفظ بتانیم، اقتصاد خدا به حد اقل خود کفایی برسانیم که دیگه پول ما در رای باطل، در رای جنگ مصرف نشود. ما راههایی را باید پیش بگیریم که او بتانه ملت ما را قناعت حاصل بکنه، چرخ اقتصاد ما را در کار بندازه. ما نمیتونیم با می شکل شیوهی که حالا تقاضا کنیم خب این پول رها کردی 3 میلیارد دلار یا 9 میلیارد دلار یا 7 میلیارد دلار بر ما خو نمیده مستقیم. طبیعی است یک راهی برای مصرف ازی پیدا میکنه. اگه این پول ما مصرف بکنیم اقتصاد ما را خدای نخواسته بیشتر صدمه میزنه. پول باید به جای دیگه قرار بگیره، به جای سیومی، به بانک جهانی، بانک آسیایی، بانک اسلامی یا یک کشوری که مطمئن باشه. ما از اون مسیر باید استفاده باید بکنیم. آقای مبلغ، با این تحلیل موافق هستین که آمریکا خوب مثلا من دنبال بازی کردن به مسئله افغانستان مثل گذشته دنبال اهداف خودش است و یکی از راه‌های حل میتونه که در درون افغانستان یک کادر متخصص روی کار بیایه و یک اجماع سیاسی کلان شکل بگیره؟ ببینید، من فکر میکنم که فرافکنی در تحلیل‌های سیاسی خیلی نمیتونه که راهگشا باشه. در حکومت داری هم فرافکنی یعنی انداختن گناه به دیگران، به گردن دیگران، به گردن کشورهای دیگه چیزی از مشکلات ما کم نمی کنم. آمریکا این کار را کرد، یا مثلا فرض کنید که کشورهای دیگه این کار را کرد، هند این کار را میکنه، اینا از مشکلات ما و شما کم نخواهد کرد. آنچه که واقعیت هست در فضای فعلی افغانستان این هست که ما متاسفانه با یک حکومت مواجه هستیم که این حکومت مشروعیت داخلی ندارد. ما با یک حکومت مواجه هستیم که هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نشناخته. ما با یک حکومت روبرو هستیم که با مردمان خودش درگیری داره. امیال جنگ داخلی در جریان هست، در اندرابها، در پنشیر، در بلخاب، در بخشای از بادغیس. پولی را که ماهانه 32 میلیون دلار می آمده به بانک مرکزی افغانستان تحویل می شده. مدیریت مصرفی هم به عهده طالب بوده، ولی تا حالا ما با توجه به اینمی پولی که به دست ما آمده، با توجه به عواید زیاد را که از لیلام کردن معادن، من کلمه لیلام را به کار میبرم، به خاطر اینکه واقعا متاسفانه استخراج غیر مسلکی معادن مثل زغال سنگ و فلزات کمیاب مثل اورانیوم همیال در جریان هست و اینا به قیمت بسیار بسیار ناچیز به کشورهای همسایه و چینی ها فروخته میشه، به دلیلی که یک ایده که امروز بر سر قدرت و حاکمیت هستن، دیدشان این هست که از هر جایی که من میتونم یک چیز بکنم. متاسفانه ببینید، در من بازم تاکید میکنم که کسایی که میگن ما این 3.5 میلیارد را به پروژه میندازیم، کو طرح شما؟ اولا هیچ گونه طرح حکومتداری، طرح اقتصادی، پروژه برای کار ندارید. کسانی را که شما در رأس امور گذاشتید اینا آخوندند، اینا ملا هستند، هیچ متخصص را شما در کادر اداری خودتان ندارید، مسئولیت پذیر نیستید، پاسخگوی به مردم خودتان نیستید، به ملت افغانستان نیستید، به جامعه جهانی هم نیستید و شما میگین کمی پول بیایه ما با این یک کار خواهیم کرد. اینقدر سربسته و اینقدر گنگ امی پول مقصد بیای یک کار خواهیم کرد، ولی من واضح میبینم که وقتی پشتوانه ارزی پول افغانستان
به دست شما برسه و اونا را شما مصرف بکنید، افغانی را او زمان یک دلار را شما باید به 200 افغانی بخرید. من این را واضح میبینم. نه تنها مشکل از گره اقتصادی افغانستان حل نخواهد کرد، بلکه مثل دوران جنگهای داخلی بی‌ارزش‌ترین پول منطقه خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که ما به جای اینکه بیایم فرافکنی بکنیم، به جای اینکه بیایم مقصر آمریکایی ها رو بدانیم، مقصر بقیه رو بدانیم، هر کشور برای منافع خودش کار میکنه، ما برای منافع ملی خود ما چه کار کردیم؟ ما برای انسجام ملی خود ما چه کار کردیم؟ آیا انسجام ملی همی هست که شما از هلمند و این طرف و طرف لشکر ایلجاری ببرید به اندراب و مردم را اونجا به شهادت برسانید؟ آیا به اصطلاح وحدت ملی همی هست، کار ملی همی هست که شما به بلخاب 27,000 انسان را امروز به کوها و دره ها آواره کردید؟ من فکر میکنم شما حکومت مسئول پاسخگویی نیستید. من فکر میکنم شما نماینده های واقعی مردم افغانستان نیستید. من فکر میکنم که سرمایه های ملی افغانستان نباید به دست شما باشد. شما معادن افغانستان را تاراج کردید و امروز هم به لیلام گذاشتید و باقی مسائل را هم بی‌مسئولیتانه متاسفانه با این برخورد میکنید. ممنون آقای مبلغ. اجازه بدین که با آقای حقانی مطرح کنم. آقای حقانی، طرح وجود داره در امارت اسلامی که اگر پول آزاد شود یا هم آیده که از اقتصاد افغانستان، از معادن افغانستان بیرون میآید، به درستی مصرف شود و از او حساب پس داده شود بر مردم افغانستان، چون در واقعیت مالک هر چیز در این سرزمین در نهایت مردم افغانستان هستند. منصور صاحب، اول خویا که طرح مصرف پول بلاک شده یا پولی که پر مثال حالا در زیر دعوا هستند بین مستحقشان و بین غاصبشان که امریکاست، امارت پلانهای زیاد برشان به اینی پیسه های یا به در حالتی که پیسه هم نداره، یعنی بغیر از عایدات درونی که از سوی بندرها به دست میاره دیگه هیچ عاید بیرونی نداره، قسمی که دیگه حکومت ها می داشته باشه یا دیگه در دیگه کشورها معمول هست که نظر به مطابق منشور ملل متحد به کشورهای افتیده کمک میشه. تا حال افغانستان هیچ چیزی بغیر از اینی عایدات درونی نداره. وقتی که امارات تلاش داره که اینی پیسه را آزاد بکنه، آنها پیش از پیش برشان طرح و ترتیب کرده که در کدام عرصه ها باید اینی پیسه مصرف شوه، در کدام حالات باید یا به کدام وجه یا به کدام طریقه وضعیت اقتصادی افتیده مردم افغانستان باید بلند شوه. این تمام چیزها را برشان در نظر گرفتم که اینیا معمولا ما شما یعنی شاید یک خو افواهات است که آنها پر مثال مردم میگه یک موضوع. موضوع دومشان که میمانتان یادواری کردن که از مشروعیت یا این گفا اصلا دیگه کنه شده، مشروعیت امارت حاکمیت خودشان که هستک این یک مشروعیت داخلیشان هستک، مشروعیت داخلیشان دیگه این معنا نداره یا به این معنا نیست که فراری ها هم قبول بکنن. کسایی که فرار کرده که آنها را هم امارات را قبول بکنه و بقبولانه شه، یک موضوع. و موضوع دومشان که پر مثال افواهات جنگ و چیزا را که افغانستان یا مردم افغانستان در مشکلات زیادی دیگر هم هستن، که یک مثالشان می هست که تقریبا در اینی وقتا در اکثر جایا سیلاب ها آمده، زلزله ها شده، دیگه مشکلات تقریبا قدشان رو برو هستن. این قسم افواهات هم باز چی میشه؟ ما خو تقریبا چند یعنی یک چند روز پیش افرادی که در تمام پنشیر، در تمام اندراب، یعنی به هیئت دروزه رفته بودن، اوجه رفته بودن، ما خود اوجه چیزی ندیدیم. یعنی عضو دارم براتان، یعنی به یقین براتان گفتم که حد اقل گفتن که دمی ده روز ما با یک فیر هم رو برو نشدیم، به کوها رفتیم، به دشت ها رفتیم، با تقریبا جاهایی رفتیم که در اوج حد اقل یعنی شاید اکثر مردمای پر مثال که از اون مناطق بودن نرفته باشه. خو این جنگ که است صحیح است که جنگ شاید باشه، لیکن از زیر کمبل کمپ های خارج شاید باشه. ها او جنگ هست یک موضوع. موضوع دوم یا که پر مثال یا گفتن که طرح و فلان برشانه در از در درباره طرح و پلان، ما قسمی یا بالخصوص کلان های امارات که میشناسیم، کسایی که شاید صحیح شد که پر مثال ما یار رد نمی کنیم که پیسه هایی که پیش شدید یک میلیارد آماده بودن، قسمی که براتون گفتم که به مستحقینشان نرسید،
چرا نرسید؟ به خاطر از امیا که به حکومت نسپرده بودن، به افراد سپرده بودن، به قسمی که با وکلای گذر. آقای مبارک گفتن کمی 32 میلیون دلار هم، هرچند که باور ما هم همی بود که به امارات اسلامی سپرده نشدن، آقای مبارک گفتن کمی 32 میلیون دلار هم که افسوار آمده همی هم به امارات سپرده شده. اگر هر پیسه که به امارات سپرده شده ذره ذره حساب دهیشان آماده هستن که بتا، یعنی به ذره ذره پیسه حساب دهیشان آماده هستن. کلانهای امارات در دفترهایشان به شراب و کباب یا بطرح شراب و کباب و پحشا و دیگه مصروف نیستن. موازی میگم خفه نشه کسایی که پر مثال حال از افغانستان فرار کردن. حداقل امیجا شما در ایجا زندگی میکنیم میبینیم، حداقل یک مثال شما یا میگیم میبینیم که امارات تا حدی که هر روز در دفترها مکتوب میاید در این چیز مصرف نشه، در این چیز خیانت نشه، در این چیز عملا ما میبینیم. یک مثالش یا هسته که وزیرشان بی غیر از چند موتر و 18 و 15 و 10 موترشان در یک موتر میاید. ببینید نمیال یک کسی نمیبینه بیاین که ما رابرتان نشان مد که در این راه استاد شوین وزیری فلان در یک موتر میره. ای حد اقل امو اخلاص صداقت با وطن خودشان هستن. او میفهمه که اگر ما چند مطر مصرف کنم آنها به این معنا نی، میفهمه که خداوند جزایشان میده، میفهمه که حد اقل می چیزی که پر مثال ما مصرف میکنیم تیلی مطر که مصرف میکنیم حد اقل این هم برای کمال هست. صحبت های آقای مبلغ بحث کادر متخصص برای ریختن یک طرح و برنامه برای آینده افغانستان که وجود نداره در رهبری امارات هیچ گاهی تو نیست. به یقین برتان میکنیم شما بالخصوص برین که اینی پیسه ها اکثرشان پر مثال تخصیص وی چیزا از سوی وزارت مالیه میه. اگر شما با افرادی که در وزارت مالیه کار میکنند حداقل یکشان را دعوت بدین ایجا، یک افراد خردشان را دعوت بکنید ایجا، ما به یقین برتان میکنم که مکملا اگر خبر داشته باشه براتان راپورشان میتم. ممنون. میایم با شما آقای اخوانی. آقای صادات، فرافکنی گفتن نشه، باید آقای مبلغ گفتن به جای او باید افغانستان از این بنبست با مسائل مثل ریختن طرح برنامه و مدیریت برون شود. من منظور آقای مبلغ نمیفهم، اونا استاد پانتون هستند در کشور. چرا بار همه چیز گفتن بندازیم به گردن بیرونی ها مثل امریکا؟ اجازه بدن یک چیزی هست، یکی مگد اصطلاح عامیانه هست، مگد ما از شهر آمدم، این مگد شهر آدم نبود، یک اصطلاح محلی است. خب ما به اون شکل نگفتم. جنابشان از طریق تلفن بعض دوستاک شاید برشان تلفن بکنه، بعض صحبت ها رو بکنه، ولی ما همیجا قبل از اینکه اینا یادآوری بکنه گفتم که می پولا باید اول طرح برنامه ساخته شود، باز مطابقی پیش ما پیش میریم. ما در داخل همیجا شیشتیم، ما نقد میکنم، نظر میدم، پیشنهاد میکنم و دلم برای مردم خودم و برای افغانستان میسوزه. فرافکنی است که مثلا ما بگیم که چیز بگیم که البته غلط باشه، دروغ باشه. امریکا ظالم بود، جانی بود، وقت ما را ضایع کرد، پول ما را فریز کرد. افغانستان به جای قلم و کاغذ و دوا پر سلا الاکت رفت، پولی که در افغانستان باید اقتصادش را میچرخاند این را گرفت برد. یعنی این فرافکنی نیست، این یک حقیقت است. هر کشور، پاکستان، ایران، عربستان، هر کشور بر منافع خود میاندشه و امریکا نظر به دیگر کشورها صد برابر بیشتر بر منافع امریکا میاندشه، به خاطر که امریکا از یک قاره دیگه آمده در دیگه قاره حاکمیت میخواه. ای از عمل ظالمانه و عملی که به اصطلاح دور از اخلاق انسانی. ما میخواهیم که در افغانستان نظام سیاسی افغانستان مستقل باشد، اراده خود مردم را تمثیل بکند، مردم را در محور خود جمع بکند، پولایی که در افغانستان هست یا منابعی که هست در رای جنگ مصرف نشود. امی اجماع سیاسی درونی یک بحث بسیار کلان است. آقای صادات، شما به عنوان یک کسی که خودتان گفتین اینجا حضور دارین، چه کرده امارت اسلامی در این مورد؟ ببینین، خب امارت اسلامی را ما در این رابطه توصیه کردیم، خواهش کردیم، خواست کردیم که موضوعات سیاسی را کوشش کنه که محدود شده برو، فراخ شده نرود، به خاطر که اگر انگیزه های سیاسی پیدا شد، رای حل سیاسی پیدا نکرد، مجبور برای حل نظامی میره.
ایره ما تقاضا کردیم و واضح هم گفتیم در ایجا در هر استیجی که مشیشته هم ایگه پا خدا گفتیم کوشش شود که راه باز شود. خواه امارت اسلامی یک کمیسیون دعوت ساختن، از مردم دعوت کردن، میایند صحبت میکنن، نظریاتشان میگیرن، پیشنهادشان میکنن. خب مربوط به ازوا میشه که باید این سوال از سخنگوی ازوا شود که شما چه دستاوردهایی دارید، ولی در حقیقت ما به حیث نماینده مردم، صدای مردم تو ایم وقت کار کردیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم میره که دیگه ما توانایی مقاومت در برابر ناملایمات نداریم، در برابر مشکلات اقتصادی که سر ما جبر شود، ظلم شود، در رابطه با امی که مثلا مکاتب بند باشد صدای خدا بلند کردیم نباید بند باشد، مکاتب سیاسی نشود، مسائل صحی سیاسی نشود، مسائل اقتصادی سیاسی نشود، مسائل اجتماعی باید سیاسی به اون شکل نشود که ما یک جهت یا یک طرف اجتماع خود جانب مقابل خود فکر کنیم. اجتماع تمام اجتماع، جغرافیای افغانستان یک جغرافیا است، درد مردم درد ماست، نباید جغرافیا را به شکل دیدگاه، فکر، نظر، اندیشه، قوم، مذهب نباید تقسیم بکنیم. منابع، امکانات تمام در اختیار تمام مردم افغانستان قرار بگیره. در نظام افغانستان کل مردم خود حضور خود باید ببینه. فرافگنی این است که مثلا ما اگر گفته باشیم که والا اگر برای ما آمریکایی های وقت میداده که فرصت میدادی کارم، خب نه وقت میخوایم نه فرصت، فقط حق و حقوق خود میخوایم که در سرنوشت ما دیگه مداخله نکند، مانع و سنگ اندازی برای کشورهای دیگه نکند، راه دیگران را بند نکند. حتی کشورهای اسلامی را اجازه نداد که اونا گفتن که ما با یک تبادل نظر، با یک دیدگاه، با یک فکر میخوایم که با امارت اسلامی تعامل بکنیم، ولی او تعاملشان به جای ازی که او را تمامش اخطار داد که دیگه ای کار نشود. وقتی که ما میخوایم نزدیک شیم با کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، حتما یک دو دانه موشک از آسمان پیدا میشه در کشور از ما میخورن که باز معلوم شه که کی دوست کی دشمن افغانستان است، علاقه پیدا نکنه. این فرافگنی نیست، این توطئه است، این دسیسه است، این باعث یک افغان، باعث یک کسی که درد مردم خدا به اصطلاح اسم میکنه باید این صدا رو بلند کنه که توطئه باید دیگه در افغانستان بند شود. افغانستان کشور مستقل است، تصمیم مردم افغانستان خود مردم افغانستان میگیرد. ممنون آقای صادق، میایم با شما پشت درهای بسته در رابطه با سرنوشت افغانستان تصمیم گرفته شد. آقای مبلغ، تنها بحث پولها و اقتصاد افغانستان نیست، در بازی های منطقه‌ای هم شما صحبت های سفیر پاکستان را شنیدین که در دو دهه گذشته میگه ایندی ها افغانستان را به یک پناهگاه توریستی در برابر پاکستان مبدل کرده بودند و استفاده کردن از خاک افغانستان. هرچند گذشته ها این روایت را ایندی ها هم مطرح میکرد. در میان این تقابل افغانستان وضعیت بحرانی تر را فکر نمیکنین تجربه خواهد کرد؟ من یک نکته را خدمتتان عرض بکنم. ببینید، شفافیت و حسابدهی از خودش مکانیزم میخواد. وقتی آقای حقانی میگه که ما حاضر هستیم که دانه دانه ای پیسه را به مردم جواب بدیم، این مکانیزم نیاز داره، نهاد نیاز داره. و یا مثلا فرض کنید که نظارت بر قدرت از خودش مکانیزم نیاز داره. شما به هیچ کدام این مکانیزم‌ها باور ندارید، اصلا به وجود نیاوردید در حکومت شما. من چیزی را که نمی‌بینم سیستم هست، چیزی را که نمی‌بینم مکانیزم هست، چیزی را که نمی‌بینم تعریف وظایف هست. تمام مسائل به یک نفر ختم میشه و یک نفر فارغ از نقد هست، به دلیلی که میگن که مثلا فرض کنید که بسیار با تقوا هست، بسیار عالم هست یا هر چیز دیگه ای. اما در دنیای امروزی ما بعد از تاریخ بشری و فراز نشیب های زیاد دولت هایی که ورشکسته شدند و رفتند، و تجربه بشری امروز به ما آموخته که باید به یک شکل از قدرت نظارت شود و قدرت باید پاسخگوی به مردم باشد و این شیوه پاسخگویی بر اساس یک مکانیزم باید باشه. ما چیزی را که در وضعیت فعلی نمیبینیم متاسفانه به دست طالبان افتاده امور، مکانیزم هست، پاسخگویی هست، شفافیت هست. شما تیربارانهای خودسرانه را میبینید، ولی اگر کسی بپرسه که امی آدم چرا کشته شد،
و یا مثلا شما فرض کنید قضیه اندراب و اینا را اگر شما این کار میکنید 27,000 نفر آقای مبلغ یک بحث است که آقای سادات هم گفتند که شما شاید این اطلاعاتتان از پشت یک تلفن باشه و واقعیت افغانستان چیز دیگه است که اینجا اتفاق میفته. واقعیت افغانستان را ما و شما هم میدانیم. امروز دنیای گردش اطلاعات زیاد هست. اگر ما در اینجا هستم در اونجا زیاد آدمای هستند که با ما در ارتباط هستند. بنابراین من فکر نمی کنم که شمایی که حداقل در اونجا هستید هم همین گپای مرا مطمئن هستم که از نزدیک احساس و لمس میکنید. گپ ما ای هست که ببینید این مسائل با شعارهای تند و تیز، با ای که ما بسیار آدمای خوبی هستیم، پاک هستیم، معتقد هستیم، وضوع داریم نمیشه. اینا نیازمند به مکانیزم هست، نیازمند به یک روش حکومتداری هست، نیازمند به سعه صدر هست. ما در اساسات خود ما هنوز در بین ملت خود ما جور نیامدیم. باور بکنید نوع نظامی را که ما همیشه روی تاکید کردیم، وقتی شما میایید میبینید اینمی نوع نظام را یک گروه ساخته، اینمی نوع نظام را یک گروه خاص ساخته و امروز زور کرده رایی هست که همه مردم افغانستان باید قبول بکنن. نمیشه. یا از یک جایی بالاخره درز باز میکنن. طبق نظر یک گروه یک نظام متحول شده و امروز یک چیز را ساختن به نام امارت اسلامی و میگن که اینمی بخوای نخوای اینمی هست. و بعد دو تا مامور را از این طرف پیدا میکنن، میگه اینیش ازاره، اینیش ازبک، اینیش تاجیک، شد حکومت همه شمول. اینها فریب دادن هست. ما در زیربناهای تهداب گذاری یک نظام جامع ملی دچار مشکل هستیم. اگر شما امروز به این ندای ما جواب ندید، به ندای هزاران افغانستانی دیگه جواب ندید، فردا از جای دیگه درس باز میکنه. آقای مبلغ مشخص اگر سر سوال ما بیاین چون فرصت کم است. مشخص اگر روی سوال ما بیاین که فرصت هم کم است آقای مبلغ. اما در قسمت سوال شما ببینید بحث مسائل منطقه‌ای، بحث مسائل جهانی، بحث‌های عمیقی هست. اینا بحث‌های مهم در روابط بین دول هست، حقوق بین دول هست، بحث‌های عمیق در مسائل طرحهای استراتژیک هست. زمان میتونیم خوب بازی بکنیم که واقعا متخصصین را در قسمت حقوق بین دول داشته باشیم، در دستگاه های دیپلماسی خود طرح ها و استراتژیست های را داشته باشیم، وگرنه نتیجه این میشه که یا به دامن پاکستانی ها میغلطیم یا به دامن یک کسی دیگه میغلطیم یا حاضریم برای که بتانیم چند روز به عمر خود بیفزاییم باید به تمام دنیا باج بدیم. امروز باور کنید ما حاضر هستیم با آمریکایی ها باج بدیم. در دوحه وقتی که میرن با آمریکایی ها گفته میشه که ما با شما هیچ مشکل نداریم. وقتی پیش روسا میرن میگن بیایید، اینی لیلام، اینی معدنای ما، اینی چیه ما، هر چقدر خواستید ببرید. با چینایی ها اینمی طرز عمل هست. اما وقت در مقابل یک افغانستانی هموطن خودش قرار میگیره، نوک تفنگ خود را علیه سینه او نشانه میره. کرنش و خم کردن سر در مقابل بیگانه ها و باج دادن در مقابل بیگانه ها و استفاده از سلاح و زور در مقابل مردم بلخا. ممنونتان آقای مبلغ. آقای اقانی، سفیر پاکستان در کابل میگه که هند از خاک افغانستان در دو دهه گذشته استفاده کرده به عنوان یک پایگاه توریستی در برابر پاکستان. بر فرض اگر این ادعا راست هم باشه، امارت اسلامی چی میکنه که از خاک افغانستان اجازه دادن نشه که بر علیه هیچ کشور استفاده شود؟ و انتقادی هم که آقای مبلغ در این مورد داشتن. منصور صاحب، اول خویا که یک وقتی که در مقابل حکومت نجیب مجاهدین تقریبا یعنی استاد بودن و حجوم بردن، یعنی در اون وقتا نجیب هم اینی گفا میگفتن و افراد یا مامورین نجیب هم همی گفا میگفتن. باز وقتی که در مقابل حکومت جمهوریت پرمثال گذشته دمی 20 سال امی گپ بود که پرمثال چچینیایا هست، فلانی هست، بستانی هست، تقریبا امی گپا در 20 سال دیگه، حتی تا اینی حالت که ما بنام پنجابی مسما بودیم، ما بنام پنجابی مسما بودیم، یا در نزدی مردم عوام از سوی حکام پنجابی معرفی شده بودیم. خو حقیقت وقتی که آشکار شد افغان ها فهمیدن که نه پنجابی بودن و نه هم چچنیایی بودن. یک مثال خورد شما برتان میتم.
دو سال پیش چند نفر ما از کابل خواستم یک ولایت، آنها ریششان کل بودن. حالا هم شاید صدای ما را بشنوه. از میدان شهر که او طرف تیر شد ده تلفون برای ما میگه که مفتی صاحب خو یک قسمی گپی ترزاننده برای ما گفتن که کسی ما را حلال نکنه. چرا؟ ریش ما کل هست. در مطبوعات گفته میشه که طالبان مردم را به خاطر از امیا که ریشش کل باشه، سرلوچ باشه، ایتو باشه، ایتو باشه، حلالش میکنه. یک وقت وقتی که تقریبا در برکی لوگر آنها برای ما رسیدن، ما وجه برشان منتظر بودیم که دیدن حد اقل او مردم ها گنگه شده بودن، یعنی به ایمان ها که از زیر تبلیغات رفته بودن. یک سه چهار شب در ولسوالی های لوگر یک طرف دیگه طرف پوجه که برده میشه، بعد از سه روز او مردم باز به کابل نمی آمدن. گفت ما نمیریم. به این معنی که کابل یک دنیا هست، یک جهان هست و اون یک جای دیگه هست. بخیچ یعنی این یک افغانستان نیست. چرا که اینجا یعنی قسمی که اشغال فکری بودن، اشغال مطبوعاتی و فرهنگی هم بودن. قسمی که اینی آقا صاحب یا علی جناب میگه که فرمثال در بلخا و در پلانجا در بستانجا یا بروس ها چیز تحفه داده شده به چینایا، آدم حیران بمونه که از برای خدا ای چه قسم منطق هست، چه قسم عقل و فکرشان هست، چه قسم آدم های تحصیل یافته و تعلیم یافته هست که یک آدمی که 16 سال تعلیم داشته باشه، باز یک دو سال ماستری تخصص داشته باشه، باز این قسم گپ های وشتکانه میزنه. حیف هست به امو علمشان. و اگر این قسم علم هدفی از مردم جهان برای دخترها یا به خواهرای ما این قسم علم باشه، یعنی ما تیر هستیم. ما به خواهرها و دخترای خودمان این قسم علم نمیخوایم که این قسم افراد از پیششان چی شوه جور شوه. یک مثال شما از نبیل براتان میتم. نبیل سه چهار ماه دعوه میکردن که یک شخصی از عالم خوست به نامی پر مثال امیر المؤمنین معرفی کرده بودن. حتی تا اینی حالت که قسمی که سادات صاحب گفتن امی سیگار و غیره سی این و فلان و بستان تمامشان امی گفشان قبول کردن، حتی اینی گفشان جهانی شدن. بعد از چند ماه باز نبیل خودشان به چشم خم غلامانه واره چی معذرت خواهی میکنه از افغانها. پس حد اقل از افغانها باید بفهمه، افغانها باید حال خوبی و بدی را درک کرده باشه، افغانها باید حد اقل خائن و امی کسایی که با دیانت هست را درک کرده باشه. ما به یقین مرتان میکنم که ما که آمدیم، بلخص امارات که آمده، به حسن نیت به افغانستان داخل خدمت شدیم که به وطن خود خدمت بکنیم، به مردم خود خدمت بکنیم. یعنی به یقین مردان میگیم که حد اقل حد حتی اجازه نیست که ما در بین سرک باشیم و در بیربار بند بمانیم. حد اقل ما خود را از دیگرها کدم یعنی با عزت بدانیم که ما پیش برسیم، ما پیش بریم، یا از مردم ها کدم ما متر ما پیش برن. نخیر، هیچ گاهی تا نمیشه تا اینی حالت ما حد اقل حقوق یعنی بین افغانین یا حقوق وطنی را مراعات میکنیم. روی پاسخ ما در مورد تقابل کشورها بر سر مسئله افغانستان، تقابل حد اقل قسمی که پاکستان دعوه کرده، هدف ما میا بودن که مثالا براتون دادم در اینی گپ بخاطر از میا که پاکستان، ما شما خود میفهمیم که پاکستان یعنی چی. ایجاد پاکستان، در پاکستان گفتن که پاکستان جور شده به خاطر لا اله الا الله. علمایشان، استادای ما میگفتن، ما در مقابلشان میگفتیم که نه خیر، پاکستان جور شده به خاطر منافقت و رزالت. بس. ممنونتان آقای اقانی. آقای سادات، در مورد رای حل ها برای بهبود وضعیت، آنچه که امارت اسلامی هنوز فرصت داره انجام بده تا ای که مثل که پیشتر شما اشاره کردین که فاصله مردم با امارت اسلامی بیشتر نشه که آینده باز نگرانی بسیار جدی خواهد بود و آینده سیاسی افغانستان بحرانی. ما در مجموع همی 43 سال جنگ را که سپری کردیم، برای ازی سپری کردیم که ما در مقابل هر تهاجم مقاومت کردیم و حس استقلال طلبی در ذهن ما، در فکر ما، در اندیشه ما، در فرد ما از بوده و خواد بود. و جهانی ها مالا متقاعد به این شدند که دیگر نباید با مردم افغانستان با کلمه زور کار به پیش برود. ما جلو تبلیغات سوی دشمنای افغانستان بگیریم که نه ما را بازم سیاه و سفید، شمالی و جنوبی، شرقی و غربی و یا به بهانه های مختلف ما را به جان یکی دیگه مندازه. امارت اسلامی که فعلا محور است،
باید امی مسئولیت احساس بکنه که چطور میتونه ملت زیر چتر حکومت جمع بکنه، قناعت چه فراهم بکنه، حکومت از نام طالب بکشه، حکومت طالبا، حکومت ملی افغانستان، حکومت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان یا حکومت اسلامی افغانستان، که در این تمام اتباع افغانستان، جوان، طفل، متوسط، موسفید، تحصیل یافته، تعلیم یافته، مکتبی، ملا، مدرسه‌ای، دیپلمات، همه باید اینجا حضور خود ببینه. این است رای حل که ما میتونیم برای اهداف کوتاه مدت، متوسط مدت، طویل مدت خود برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بسازیم که تا بتانیم همین تبلیغات سویی که در طول 43 سال ما را دشمن یکی دیگه ساخته، این تبلیغات را باید خونسا بکنیم. صمیمیت، محبت، اخلاص، برادری را که ما مسلمان هستیم این را در بین خود نهادینه بکنیم. این تعبیزی که کثیف را که بر ما ایجاد کردن ترجیح دادن، یعنی کسایی که اینجا نکتایی داشتن، شعری بودن و به اصطلاح در پانتونا بودن، از خارج بنامه‌های مختلف آمدن و تامی و نمیفهم چی و چی اسماشون نمانده بودن، اونا به اصطلاح برتری ساختن بر ما که اینا برتر و اینا کمتر است. این تقابل از بین ببریم، این فاصله های طبقاتی رو از بین ببریم، مشکلات خود ما را باید خود ما حل کنیم. از منابع خود امیدی که حقانی صاحب گفت باید واقعا صادقانه متوجه شیم که نسل آینده امروز که ما سر گذشته های خود نقد میکنیم که اونا چه کار کردن، دوران ظاهرشاه چه کار کرد و فلانی چه کار کرد و داوود خان چه کار کرد و فلانی ها، سبا نسل آینده سر ما هم همه تو نقد نظر میکنه، میگه شما چه کار کردن؟ 2000 میلیارد پول در افغانستان آمد، کلش ایف و میل کردن، هیچ چیز از دستتان نامد، افغانستان یک خانه متحد بود، ایرا پارچه پارچه ساختن، قضیه قومی در افغانستان نبود، قضای قومی را گرفتن، دامن زدن و مشکلات را پیدا کردن که امروز یعنی نسل آینده در او رابطه باز خدای ناخواسته به ما نفرین نکنه. امروز باید متوجه شیم. سیاسون، علما، مردمای نخبه در داخل و در بیرون احساس مسئولیت بکنه که خانه خانه ماست. شوروی آمد این را نساخت، امریکا آمد نساخت، ناتو نساخت، عرب نساخت، ایران، پاکستان، هیچ کسی را نمیخواید که بسازه. اگه افغانستان ساخته شود، مردم حاکمش واقعا با درک و با درد دیجا باشه، دیگه بر از چیزی نمیرسه. ما منابع خود با قیمت بلند میفروشیم، ما بایس خدمتگار، ماستر ما بایس خدمتگار در کشور دیگه تکسیوانی نمیکنه. ما میتونیم که کشور عریف و رقیب یک کشور دیگه باشیم. پس به این خاطر تا زمانی که خود ما متوجه مکلفیت و مسئولیت خود نشیم، کشورهای دیگه بر ما که هر نسخه ای که بپیچد به درد ما دوا نمیشه. ممنونتان. ممنون آقای مفتی محمد ناصر حقانی، عضو امارت اسلامی، آقای سید قریب الله سادات، آگاه مسائل سیاسی، و همچنان آقای آصف مبلغ، پژوهشگر در دانشگاه آقدینیز ترکیه که از همین کشور با ما بودند. و ممنون شما بیننده ها که این برنامه آخر خط را صمیمانه دنبال کردین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.